سلام به همه دوستان. خب یه مرحله اومده به اسم Underground Maze، بریم ببینیم این چجوریه. هم از این ناحیه میتونیم بیاریمش، این قسمت میشه آخری، و این که میتونیم از اینجا هم بیاریمش. خب حالا واردش بشیم ببینیم چیه. اولش که وارد میشیم یه دونه این پایین انرژی داریم و اینو میتونیم حرکت بدیم، شبیه یه ماشینه که توی اینا حرکت میکنه و جلو میاد. میبینیم که خودش هم داره با دست علامت میده اینجا بیاد، یه دونه مثلا بازو میخواد. بعد به اینجا هم میرسه که هر کدوم از اینا یه سری جایزه داخلشه. و اینجا اینا هست کلن جوایزش، تو اینجا نوشته و الان ما یه دونه بریم جلو، یه دونه موضوع کالج. خب الان دیگه انرژی نداریم، میبینیم که صفر شد. بگیت انرژی رو میزنم اینجا، به این صورت میتونیم انرژی رو بگیریم. کلن با یه دست بازی کردن تقریبا میشه همشون رو باز کرد. البته این آخری نوشته 40 دقیقه باید توی کلاسیک مود بازی کنیم، شاید یه دست چیز بشه کمتر از 40 دقیقه باشه. خب بذارید بریم بچه ها بازی کنیم. خب دوستان، من از اون اسکواد اومدم بیرون، باهاشون صحبت کردم، بهشون گفتم چون دارم ویدیو میگیرم تو بازی نمیتونم صحبت بکنم و بلنگو باز بذارم، به خاطر همین حالا فعلا اومدم یه دست اگه بشه سولو اسکواد بازی بکنم تا اون سه تا ماموریت رو انجام بدیم، بریم ببینیم اون چطوری بود. فقط باید جزء 10 تیم اول بشیم تا سه تا ماموریت تقریبا انجام بشه. خب بریم ببینیم. اینو سولو اسکوادش بکنم. خب ولی فکر میکنم تموم شده بسیدم داخل بازی گرفتم بسیدم
55 دمیج دادم به اینی که تو ماشین نشسته بود. اصلا یه لحظه کوب کردم، قشنگ اومدن جفتم وایستادن، منم خواستم تیراندازی نکنم مخفی بشم. خب حالا بریم ببینیم این داستان چطوری شد. چکر بود اینجا Underground Maze. خب یه 4 دقیقه موندش که حالا دیگه ولی حالا همینو میریم جلو ببینیم چجوریه. خب الان ما 3 تا انرژی داریم، بریم بعدی. خب بریم پایین یا همون مستقیم که 2 تا جعبه هستش. تو جعبه جلویی نمیدونم، فکر میکنم لباس یا چتر باشه. پایینی هم همینطور، به نظرم بریم پایینی ببینیم چی میده. خب چتر داد، اکثرا همین چیز داره توشون. خب داره اینجا میگه برای گرفتن این چتر که تایمی هم هستش، 3 روزم تایمشه، باید 60 دقیقه توی کلاسیک مود بازی بکنه. این مهره یا که شبیه یه ماشینه دیگه، ببینین حرکت نمیکنه با اینکه انرژی داریم، اصلا دیگه حرکت نمیکنه. تا این چتر رو بگیریم بعد ادامه شو بریم. خب اینجا یه دونه پن میبینیم هستش، همون مایتابه که تایمی 10 روزه. اینجا یه دونه لباس هست که زنون هست فکر میکنم، 10 روزه. البته از سوی همین جعبه ها، به غیر از این که الان مثلا چتره، این لباس ها رو هم میده دیگه. این لباس ها هم تایمیه، 3 روز داره، 2 روز داره و 1 روز. این ماسکر هم میده 3 روز تایمشه، چتر هم که 3 روز هستم به هم داده. این هم همون دوتا مایتابه و هستش. خب اینا به این صورت، تقریبا تایمی هم که داره فکر کنم حدود 12 روز 13 روز تایم داده برای پر کردن این مرحله ها، که البته الان یه روزش گذشته، از 20 شروع می شد که الان 21 من اومدم سراغ این. خب دوستان این اکانت دیگه هم هستش، اومدم اینجا اینم بهتون نشون بدم، چون من دیروز هر 4 تا ماموریت ها اینو تکمیل کردم، امروز هم 4 تا ماموریت هاشو تکمیل کردم فکر میکنم. بذارین یه نگاه بندازیم. بله 4 تاش هم تکمیل کردم، هر روز ماموریتاش تکراره، یعنی دیروز همینا بود، امروز هم همون هست، دوباره کلن تکراره. میبینین این مهره که حرکت میکنه و این جایزه ها رو به همون میده، من مستقیم رفتم بعد اومدم پایین. این جعبه ماموریتش این بود که باید 3 تا بازی انجام بدیم داخل کلاسیک تا این ماسک رو به همون میده، 3 روزم تایمشه که من الان دارمش. و این
جایزه های ماموری که بدون ماموریت هستن تنها برای ایجی نیستن که کالکت بکنیمشون. ایجی این هستش. خب الان من میتونم حرکت بکنم به سمت این، چون بالا رو که رفتم این بالا لباسه رو به هم داد، من بهتون نشون میدم. این یکی هم به هم لباس داد، این به هم 15 تا ایجی داد. جایزه های هر کس با هم دیگه فرق داره تو این بازی. بریم جلو. خب اینجا به هم چتر رو داره میده که نمیشه 60 دقیقه باید داخل کلاسیک بازی بکنم. خب دوستان ممنون که همراهیم کردین، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.